مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی تو قبرستان تخت فولاد اصفهان شبیه همین مطلب رو دید. مرحوم آقا جمال گلپایگانی فوق‌العاده بود، واقعا آدم با عظمتی بود، مرجع تقلید، صاحب رساله بود. ایشون توی قبرستان تخت فولاد اصفهان میگه یه جوانی را آوردن می‌خواستن دفنش بکنن، از من خواستن و تقاضا کردن که شما عالمی، سیدی، بزرگوار هستی، شما تلقین کنی این جوان. ایشون میگه من وقتی خواستم تلقینش بکنم، اسم افهم یا فلان ابن فلان، میگه خب من برزخشو میدیدم، و من برزخ اون جوان رو میدیدم، چشم آقا جمال گلپایگانی باز بود، اون طرف رو میدید. و گفت میدیدم این جوان وقتی من بهش میگم بفهم بشنو، گفت نمیفهمم. خب نمیفهمم چی میگی، نمیفهمی. و چند تا شیطانکی میخندیدن و میرخصیدن تو قبرش، خوشحال بودن که این جوان زبونش، این اصلا نمیفهمه. میگه من یه مقداری ناراحت شدم این وضعیت رو دیدم، اومدم کنار، گفتم پدر و مادر این جوان کجا؟ گفتن آقا اون طرف. دیدم خب معلوم بود یه کسی مادرش که داره میزنه خودش رو و گریه میکنه، خب بچهش از دنیا رفته بود. پدرش رو هم دیدم که داره گریه میکنه. پدرش رو کشتم یه کناری، گفتم قضیه اینه، یه همچین وضعیتی اون طرف برای پسرت، چیزی شده. گفت پسر من خیلی بچه متدینی بود، اهل منبر و مسجد و محراب و اهل نماز و اینها بود، خیلی هم اهل مطالعه بود، متأ مغرور شده بود. هر موقع من بخوام اظهار نظری بکنم تو مسائل دینی، میگفت تو سواد نداری چی نگو. پسر من مغرور شده بود، یه مقداری چهار تا کلمه یاد گرفته بود، هر موقع من که باباش بودم میخواستم اظهار نظری بکنم، گفت تو که سواد نداری چی نگو. چند بار دل من رو شکست، من هیچی بهش نگفتم، ولی دلم ازش شکسته بود که اینجوری با من گفته. آقا جمال گلپایگانی میگه من گفتم که الان قضیه به هر حال این هستش که اون طرف نمیفهمه تلقیناتی که بهش میکنیم و نمیفهم، راضی شو ازش و به زبان بیار که من راضی شدم، به زبونتم بیار. باباش گفتش که من راضیم. آقا جمال گلپایگانی میگه دیگه این جوانو گذاشتن تو قبر، میخواستن سنگ لحد رو بگذارن، من گفتم صبر کنید صبر کنید، خودم باز دو مرتبه رفتم تو قبر، رفتم تو قبر و تلقین رو شروع کردم اونجا خوندن که اسم افهم یا فلان ابن فلان، دیدم داره میخنده، گفت فهمیدم، دیدم اونجا دیگه فهمیده، اون شیطانک ها هم خبری ازشون نبود. بعد اومدم بیرون و روی قبر رو پوشوندم، خب من میدیدم برزخش رو، دیدم امیرالمومنین تشریف آورد، دیدم هست امیر اومدن، هست امیر فرمودن که از این به بعدش دیگه با من، فرمودن از این به بعدش دیگه با من. حالا ببینید کیو داریم ما، خوش به حال ما، تو عالم قبر دست همه بسته است، هیچ کسی کاری از دستش بر نمیاد، دست اهل بیتی که بازه.